سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. با گذشت 24 ساعت از تظاهرات میلیونی عراقی ها و برداشتن گام دوم برای اخراج آمریکایی ها، این اتفاق نقل محافل خبری و رسانه‌ای هستش. مجلس عراق در گام اول خروج نیروهای آمریکایی رو مصوب کرده بود و دیروز جمعه با حضور پرشمار مردم عراقی عملاً بر اجرای این مصوبه مهر تایید زده شد. اما آمریکایی‌ها به راحتی عراق رو ترک خواهند کرد. این تظاهرات چه اثری بر مناسبات سیاسی عراق خواهد داشت و در کل در منطقه چه تحولاتی رو میتونه ایجاد کنه؟ امشب ما میزبان آقای اکبری، کارشناس مسائل منطقه، و آقای گوهری مقدم، کارشناس مسائل آمریکا هستیم تا این موضوع رو که در دو طیفش عراق و آمریکا قرار داره رو بررسی کنیم و البته نتایجش رو در مورد ایران هم به بحث بگذاریم. خدمت هر دو بزرگوار سلام عرض می‌کنم. آقای اکبری خوش آمدید. آقای گوهر مقدم، آقای اکبری، پیش‌بینی می‌شد، خیلی ها پیش‌بینی می‌کردن که این گام دوم رو عراقی‌ها خیلی محکم بردارن و حالا اون اجتماع مثال زدنی هم به وجود اومد. فکر میکنید چه تأثیری این جمعیت روی روند سیاسی عراق خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم برنامه و بینندگان محترم. همونطور که اشاره فرمودید، به نظر من شاید میشه تلقی کرد این روز رو به یوم الله و در واقع شاید میشه گفت اوج خشم مردم عراق نسبت به آمریکا و بزرگترین تجمعی که شاید در بغداد بی سابقه و بعد از تجمع اربعین بزرگترین تجمع انسانی در عراق باشه در طول تاریخ عراق. همطور که فرمودید پیش بینی میشد که به هر حال جمعیت زیادی توی صحنه بیان. دلیلش این بود که خب پارلمان تصمیم گرفت، به دولت ابلاغ کرد، دولت هم آمریکایی‌ها رو خواست، به اونها ابلاغ کرد رسما باید کشور عراق رو ترک بکنن. خب تلاش‌های زیادی آمریکایی‌ها داشتن، رایزنی می‌کردن با جریانات مختلف، با عناصر و افراد مختلف، به خصوص بعضی از جریانات سیاسی که حالا احساس می‌کردن با رایزنی با اونها میتونن یه زمانی رو بخرن و فرصت ماندنشون رو بیشتر بکنن. همین‌ها به نظر من بیشتر مردم رو در واقع حساس کرد به اینکه با حضور گسترده خودشون یه پیام جدی رو به آمریکایی‌ها بدن. به نظر من این حضور چند تا ویژگی داشت و چند تا در واقع تأثیر و یا چند تا پیام. اولین ویژگی این بود که خب همه مردم عراق با پرچم عراق اومدن، هیچ کدوم با پرچم احزاب و گروه ها و فصائل مقاومت و جریانات دیگه نیومدن. خب نشون دهنده این بود که همه تو بحث هویت ملی با هم متحد و منسجم شدن و اگرچه بعضا اختلافات سیاسی دارن ولی در بحث خروج آمریکا با هم دیگه متفقن، یک اتفاق نظر جدی و اساسی دارن. پیام دومش بود، در واقع ویژگی دومش این بود که همه شعارشون شعار خروج آمریکا از عراق بود و به کمتر از این هم قانع نشدن و اصرار داشتن که باید اشغالگر و شیطان بزرگ، از ادبیاتی بود که استفاده میکردن، باید از عراق خارج بشه. ویژگی سوم قضیه این بود که به هر حال همه طیف‌های مختلف بودن، هم جریانات شیعی بودن، هم سنی بودن، هم خیلی از کردها بودن، در حالی که اونا تلاش میکردن بگن فقط اینها مربوط به یک جریانی است که حالا اختصاص میدادن به بعضی از جریانات شیعی فقط. خیلی از علما و بزرگان و سیاستمداران سنی و کرد توی این قضیه بودن. این یکی از ویژگی‌های خوب قضیه بود. نکته بعدی خب طبیعتاً اون بیان مرجعیت بود که خب خیلی حمایت کرد، که همواره ایشون از بحث حرکت‌های مردمی و مطالبات مردمی حمایت می‌کنه. موضع‌گیری که همه احزاب داشتن همه یک نواخ بود، در واقع هیچ کدوم در موضع‌گیریشون تخفیف ندادن که آمریکایی‌ها حالا بمونن بعد از یه مدتی خارج بشن و همه اصرار کردن که بعد از اونجا خارج بشن. تأثیراتی که این قضیه داشت، اولاً یک کار مکملی بود در تکمیل اون پروژه‌ای که مجلس شروع کرد و دولت اعلام کرد. طبیعتاً آمریکایی‌ها باید این پیام رو بگیرن که چون اونا یه بار اعلام کرده بودن که ما با دولت عراق قرار داد داریم، با مجلس که توافقی نداریم، که انه اصلا نظام حکومتی رو اینا نمی‌شناسن و نمی‌دونن که حکومت عراق بالاخره نظامش پارلمانیه. وقتی مجلس بالاترین مقامه که تصمیم می‌گیره، طبیعتاً دولت موظف اجرا بکنه و هر توافقی هم که قبل از این بوده باشه ملغا میشه به طور طبیعی. نکته دومی که به نظر من حائز اهمیت بود و تأثیر داشت این بود که این حجم حضور و گسترده در عراق خیلی بی سابقه بود، خصوصا این مقایسه میشد با دو جمعه پیش که آمریکایی‌ها اومدن
پیام دادن، توییت زدن، تبلیغ کردن، همه امکانات رو تو صحنه آوردن و اعلام کردن که یک تجمع میلیونی در عراق برای طرفداری از آمریکا روز جمعه وارد میدان التحریر میشن. ولی عملا خودشون هم دیدن، همه دنیا هم دیدن، آمارشون بیش از 1500 2000 نفر نبود. شما 1500 2000 نفر رو مقایسه بکنید با 2.5 تا 3 میلیون نفر، بعضی این آمار رو بیشتر هم گفتن. حالا بعضی مسافت‌ها و مسیرها و جاده‌ها رو تا 25 کیلومتر 20 کیلومتر هم اعلام کردن که خب همین مسافت‌ها مؤید این عدده و هم جمعیت انبوهی که اصلا بی سابقه بود. کل بغداد تقریبا تعطیل شده بود و مردم حضور داشتن. به نظر من این تجمع پیام خودش رو داد، دیگه جای مذاکره و رایزنی رو برای آمریکایی‌ها باقی نمیذاره، اگرچه اونها هم تو کشور فرمودید مصممن و دارن تلاش میکنن به هر قیمتی تو صحنه عراق به نوعی اگر هم نمونن حداقل یه زمانی رو بخرن که بتونن در این زمان یک مانوری انجام بدن برای بقای خودشون. آقای گوهری مقدم، آمریکایی از همون ابتدا خیلی تون با این موضوع مواجه شده، یعنی همون زمانی که پارلمان این رو مصوب کرد، حالا قبلش رایزنی کردن که اصلا تصویب نشه و بعدش هم که تصویب شد خیلی یه موضوع تون دیگه گرفتن. چرا آمریکایی اساسا اصرار دارن که در عراق بمونن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اساسا آمریکایی‌ها از زمان جورج بوش پسر که حمله کرد به عراق و این کشور رو به اشغال خودش درآورد، در یک طرح کلان مربوط به منطقه غرب آسیا که اون موقع منطقه خاورمیانه بزرگ عنوانش رو گذاشتند، مسئله رو میدید و اساسا یک طراحی فراتر از عراق برای منطقه داشت و همچنان استراتژیست‌های آمریکایی در نگاه کلانشون به این مسئله همچنان توجه دارند، هرچند که با شکست‌های متعددی مواجه شدند در طول این مسیر در واقع شاید 15-16 ساله. اما در واقع نمیتونیم این مسئله رو به طور کلی کنار بگذاریم که آمریکایی‌ها به دنبال عملیاتی کردن اون نقشه کلان هستن و عراق بخشی از این پازل هست. ببینید، آقای ترامپ به عنوان در واقع رئیس جمهوری که خیلی صریح صحبت میکنه و اساساً پیچیدگی خاصی در صحبت‌هاش نیست، صراحتاً میگه ما در عراق هستیم چون به نفت و منطقه مسئله انرژی عراق نیاز داریم و ما 6 یا 7 تریلیون دلار خرج کردیم و این باید برگرده. شاید در گذشته رؤسای جمهور آمریکا یا مقامات آمریکا این حرف رو نمی‌زدن، یعنی اگر دلایل صحبت می‌کنیم ایشون صراحتاً بخشی از در واقع علت حضور رو میگه، ما در واقع منابع انرژی و منابع و ذخایری که متعلق به مردم عراق هست می‌خوان عملاً در واقع ازش استفاده بکنن. در اون پازل کلانتر فراتر از بحث اقتصادی اگر بخوایم نگاه بکنیم، شما میتونید در واقع حلقه‌های سیاسی امنیتی رو ببینید که آمریکایی‌ها همچنان به اون تأکید دارن. شاید ما باید این برداشتی رو که بعضن در محافل داخلی ما گفته میشه که آمریکایی‌ها به دنبال شیفت منطقه شرق آسیا هستند و قرار هست به طور کامل منطقه رو رها بکنن، یه مقداری اصلاح بکنیم و یا در موقع در مورد خانش او تردیدهای جدی داشته باشیم. آمریکایی‌ها از زمان آقای ترامپی که اصرار داره که نیروهای خودش از منطقه کاهش بده، به گواهی خودشون در واقع نیروهای خودشون در منطقه افزایش دادن. یعنی ما شاهد کاهش نیروها اساساً نیستیم، فقط شما شاهد نوعی لفاظی از طرف آمریکایی‌ها هستید. منطقه راهبردی غرب آسیا و خاورمیانه به ادبیات اونها اساساً منطقه‌ای نیست که به راحتی اونها بخوان ازش دست بردارن. در ادامه این دلایل اگر بخوام اشاره بکنم تو بحث، یعنی شاید یک از دلایل مهمی که اینها در مورد عراق دارن ذکر میکنن بحث مهار جمهوری اسلامی است. اونها جمهوری اسلامی رو یک در واقع دشمن راهبردی تعریف میکنند و از هر در واقع اقدامی برای مهار جمهوری اسلامی میخوان استفاده بکنن که بخشی از این در واقع تحولات اخیر منطقه در راستای همین پازل کلانی بود که در واقع اگر فرصت بشه در واقع در برنامه امشب راجع به صحبت خواهیم کرد. پس مهار جمهوری اسلامی یکی از اهداف جدی هست، تحقق در واقع اهداف رژیم صهیونیستی از طریق قرابت جغرافیایی و نزدیکی و حضور مستقیم در منطقه را آمریکایی‌ها دنبال می‌کنند. بخشی از اهدافی که در سوریه هست از طریق در واقع در حضور در همسایگی سوریه که عراق باشه اینها دارن عملاً تعقیب می‌کنند و در واقع مسئله‌ای که به لحاظ سیاست اعلامی روش تاکید دارن مسئله مبارزه با تروریسم هست. شما در واقع در روزهای اخیر شاهد این هستید که آمریکایی‌ها از این ادبیات استفاده می‌کنن. وقتی با این
در واقع حضور میلیونی مردم عراق مواجه میشن، میگن خب اشکال نداره ما اگر بخوایم از عراق خارج بشیم در مبارزه با تروریسم ما و مشخصا داعش در واقع خللی ایجاد خواهد شد. یعنی بهانه اونها برای تداوم و حضور حداقل لفظا اون چیزی که در واقع مقامات رسمی امریکا و اونهایی که یه مداری مثل ترامپ سریع حرف نمیزنن میگن ما در واقع در این روند اخلال ایجاد خواهد شد و پس برای اینکه ما داعش رو شکست بدیم احتمالاً در واقع باید در منطقه حضور داشته باشیم. و همین نکته هم در واقع نکته اساسی است که به نظر میرسه آمریکایی‌ها احتمال داره در آینده نزدیک برای اینکه بخواهند این حضور رو توجیه بکنن علارغم این حضور در واقع میلیونی مردم و علارغم در واقع اینکه شاید هیچ توجیهی نداشته باشه، ایجاد گروه‌های تروریستی تکفیری سلفی جدید، حالا داعش جدید تحت عناوین مختلف که آمریکایی‌ها در طول تاریخ خودشون در منطقه هم به این در واقع این کار مبادرت کردند باشه برای در واقع توجیه اقدام و حضور عملیاتی در منطقه. لذرس کردم در یه جمله طرح کلانی که برای منطقه دارند ایجاب میکند که اونها بخواهند در منطقه همچنان حضور داشته باشند. آقای اکبری، دیدار آقای برهمساله و آقای نجیبان بارزانی رو تو این پازل چطور میتونیم تحلیل کنیم؟ چون من با ترامپ دیدار کردم و خیلی هم بازتاب داشت در رسانه. بله، خب مردم عراق هم هشدار داده بودن به اینها که این کار نشه و همین که در واقع این کار در جهت اون روند سیاسی که در عراق شروع شده بود نبود. نکاتی هم که گفته شد، حرفایی هم که زده شد، البته اینا در حد آقای نیشروان که در حدش نبود که این اظهار نظر رو بکنه که بخواد تصمیم بگیره با آمریکا اجازه بده در کردستان بمونن، چون آقای نیشروان یک عنصری است در حالی که خیلی از جریانات کردی و دولت عراق و مجلس عراق میشه کلیت عراق. خب این حرکت در جهت روند حکومتی عراق نیست، خارج از اون سیستم و نظامه و طبیعتاً خود همین هم یک عاملی شد که مردم رو بیشتر تحریک بکنه، که من اشاره هم کردم که تو صحنه بیان و حتی موضع گیری بکنه، علیه نام شعار بدن، علیه رئیس جمهور هم شعار بدن. چون میده برحال رئیس جمهور در عراق مقام تشریفاتی است، نخست وزیری که عالی ترین مقامه، فرمانده نیروهای مسلح است، دولت رو اداره میکنه و عملا نقش اجرایی و اساسی رو نخست وزیر داره در نظام پارلمانی و قبل از اون هم مجلس داره و عملا رئیس جمهور یک مقام تشریفاتی است و خیلی جایگاه تصمیم گیری در نظام حکومتی پارلمانی عراق نداره. ولی به هر حال خب اون از یک زاویه در واقع هویت کردیشو نگاه میکنن به صحنه عراق، چون هم آقای برهمساله هم آقای نیشروان از کردستان هستن و به نوعی همتون قضیه همه پرسی وقتی اینها شکست خوردن و اشتباهی که شروع کردن، خب یه خاطره تلخی از قصه دارن و این حرفایی هم که زدن خیلی اساسی توی مردم عراق نداره و مردم عراق نشون دادن که حتی اونا اگه بخوان برخلاف مصلحت مردم عراق تصمیم بگیرن، خود اونا هم که هر بار توی این سبد یا با این تناب رفتن تو چاه، خلاصه سرشون به سنگ خورده. خب متاسفانه درس نگرفتن. اونها در طول تاریخ بارها با آمریکایی‌ها توافق کردن و هیچ موقع به نتیجه نرسیدن. همواره یه مقطعش که بسیار مقطع حساسی بود و حتما مردم کرد یادشون نمیره و این به خاطرشون میسپارن، زمانی بود که داعش داشت میومد اربیل رو بگیره و تقریبا به دیوارهای شهر نزدیک شده بود و آقای مسعود بارزانی خودش اعتراف کرد که من با آمریکایی‌ها، به اسرائیلی‌ها، به همه اونایی که توقع داشتیم باشون تماس گرفتیم، هیچ کس حاضر نشد ما رو کمک بکنه و تنها کسی که اربیل رو از اشغال داعش نجات داد بر اساس اعتراف خودشون چند بارم مطرح شده جمهوری اسلامی بود. به عنوان یک اقدام انسان دوستانه رفت ایستاد، مقاومت کرد در کردستان و اجازه نداد داعش تو هر زمین اونها وارد بشه. یا در بحث همه پرسی باز همینطور، اینا خب خیلی حرفایی زده بودن، قول و وعده‌ای داده بودن، ولی عملا وقتی دولت عراق تصمیم گرفت اونها احساس کردن کاملا تنها موندن. به نظر من این بارها اتفاق افتاده. دلیلش اینه که آمریکایی‌ها به عنوان دوست استراتژیک اونها نگاه نمی‌کنن، چون اینها عراق و همینطور که آقای دکتر اشاره فرمودن منابع و ذخایر عراق رو می‌خوان. عراق کردستان خیلی تو منابع و ذخایر عراق جایگاه ویژه‌ای نداره، بلکه به عنوان یک ابزار و به عنوان یک اهرم فشار برای تداوم حضور خودشون دارن استفاده میکنن. الان هم آمریکایی‌ها تو مناطق کردی تقریبا حضور ندارن الا کنسولگریش که تو اربیل هست، حتی پادگان ها و نیروی نظامیش هم تو اون منطقه وجود نداره. خب طبیعتا وقتی تصمیم مردم عراق باشه، هر کسی بخواد برخلاف این تصمیم حرکت بکنه، در واقع خودش رو دچار مشکل میکنه. من فکر میکنم آمریکایی‌ها
تو این روندی که الان دارن حرکت میکنن به هر ابزار و امکانی در داخل عراق و بیرون عراق متوسل خواهند شد برای اینکه بتونه یک مفری برای اونها باشه از دو جهت. یکی این که هم در داخل آمریکا بتونن شعار بدن بگن خب بالاخره هستن بعضی و علاقمندن ما بمونیم، تلاش میکنیم بمونیم، و همین که به هر حال این نوع خروج برای آمریکایی‌ها خیلی هزینه سنگین داره. یه موقع آمریکایی‌ها اعلام کردن یه بحث خروج داریم یه بحث اخراج. خروج یعنی که خود چون تصمیم میگیرن بنا به دلایلی از عراق خارج بشن، شاید دلیلش هم همین باشه که ما هزینه‌اش زیاده، ما نمیتونیم تحمل بکنیم، دستاوردی هم نداشتیم، در هزینه فایده ما داریم ضرر میکنیم. یه موقع اخراجه، میگن آقا شما گفتن از اینجا برید بیرون، یه کشوری که داره نون هیمنه‌شو تو دنیا میخوره در یه کشور اشغال شده مثل عراق که به قول خودشون این همه هزینه کردن نتیجهش این بشه که اونا رو اخراج بکنن، براشون بسیار سنگی. و اونا میدونن که اگر این اخراج محقق بشه در عراق تمام نمیشه، این آغازی است برای اینکه آمریکایی‌ها نه تنها منطقه رو ترک بکنن بلکه در حضورشون در کشورهای دیگه دنیا هم مجبور بشن دوباره بازنگری کنن. آقای گوهر مقدم، این تظاهرات تو خود آمریکا تو رسانه‌هاشون بازتابی داشت نداشت؟ و اساسا میخوام بپرسم که به نظرتون این حضور میلیونی میتونه محاسبات آمریکایی‌ها رو تغییر بده؟ ببینید، به لحاظ بازتاب چند تا مسئله اساسی داریم. یکیش بحث رسانه است که در واقع ابزارهای رسانه‌ای متاسفانه در اختیار این در واقع قدرت‌های بزرگ هست و اینها سعی کردن در گام اول یک مقدار این رو سانسور بکنن، اون واقعیت حضور میلیونی مردم رو عملا نشون ندن. حتی تو رسانه‌های مکتوب خبرگزاری‌های مهمشون هم در واقع میگفتن حالا چند صد هزار نفر در واقع در خیلی می‌خواستن تخفیف بدن و به قول معروف بیان بکنن واقعیت رو، سعی کردن یه مقداری اصل ماجرا رو در واقع سانسور بکنن. بخشی به لحاظ تحلیلی سعی کردن ماجرا رو منحرف بکنن از اون واقعیتی که وجود داشت. به عنوان مثال این خط تحلیلی رو می‌رفتند که بین گروه‌های عراقی اختلاف گسترده‌ای وجود داره، اینها یک پارچه نیستند، اینها در واقع همه مردم عراق نیستن اون چیزی که به صحنه اومده، و سعی می‌کردن اون رو به یک گروه فقط تقلیل بدن و نهایتاً مثلا به صدری‌ها منتسب بکنن اون چیزی که در صحنه خیابان‌های عراق مشاهده بودیم. یعنی در واقع اون واقعیت رو به نحوی قلب بکنن و بخوان اون هدف خودشون رو در واقع بهش برسن. بخشی دیگر که یک مقدار منصفانه‌تر به ماجرا نگاه می‌کردن، او رو حتی قدرت نمایی جمهوری اسلامی هم می‌دانستند. یعنی اینکه بعد از در واقع ترور و شهادت شهید سلیمانی، ایران نوعی قدرت نمایی داره انجام میده، این که عرض میکنم گفته خودشون هست عملا، و ایران با به صحنه آوردن مردم عراق به سبک به صحنه آوردن مردم خودش عملا داره با آمریکا یک در واقع پیام خیلی محکم میده که در واقع ثمره حالا به تعبیر ما خون شهید سلیمانی عزیز در واقع همون اخراج آمریکایی ها از عراق خواهد بود. یه عده هم در واقع سعی می‌کردن بگن علارغم اینکه حالا مردم به صحنه آمده اند، آمریکایی‌ها به لحاظ امنیتی به صحنه عراق مسلط هستند، حتی چون شایعه‌ها و در واقع احتمال اینکه به سمت سفارت عراق هم اقدامات آمریکا هم در عراق در واقع تظاهرات کشیده بشه اینها هم وجود داشت، اینا سعی می‌کردن تسلط امنیتی آمریکا رو نشان بخوان بدن که حالا ما یعنی کنترل تونستن بکنن. مجموعه در واقع باستاب‌ها در واقع روی این متمرکز بود. در حوزه دموکرات ها، یعنی در واقع اپوزیسیون قدرت شاید بگیم در ایالات متحده، این اقدامات رو نقدی به دولت ترامپ میدونستن، به این معنا که یک اقدام نسنجیده برای در واقع ترور یک فرمانده ایرانی باعث شده که در واقع یک ظرفیتی و یک پتانسیل عظیمی از مردم آزاد بشن و نتیجه او بشود اون چیزی رو که شاید آمریکا به راحتی یا حتی در مخیله او هم خطور نمی کرد که یه زمانی بخواد با همچین جمعیتی مواجه بشه و همه یک پارچه در واقع بخواهند که خروج آمریکا از عراق رو فریاد بزنن. این که در واقع فرمودید در بخش دوم سوالتون که لازم راه بردی
محقق شد، باید ببینیم که آمریکایی‌ها دنبال چه هدفی بودند. نه خب منم این حالا تو اون بحث اون اهدافون رو میرسیم، محاسباتشون رو به نظرتون میتونه این بله این اصل حضور رو میفرمایید قاعدتاً. بله طبیعتاً تصور این رو نمی‌کردن. شاید ببینید برای فضای کارشناسی یا فضای عمومی جامعه ما جالب باشه که بدونیم واقعا آمریکایی‌ها رصد میکنن، براشون خیلی مهمه، حتی از یک آتش زدن پرچم آمریکا در خیابان‌های مثلا تهران یا بغداد یا جاهای دیگه براشون خیلی اهمیت داره، توییت میکنن در واقع به شکل گسترده‌ای او رو باستاب میدن. شاید برای ما یک امری شاید عادی باشه یا خیلی او رو مسئله مهمی ندانیم، اما آمریکایی‌ها یعنی شخص رئیس جمهور آمریکا هم بهش گزارش میدن، گزارش عددی، گزارش در واقع نوع فعالیت‌های در صحنه، نوع شعارها، به شدت روی اینها تیم‌های در واقع تحلیلی هم حوزه خبری و هم حوزه در واقع راهبردی اونها فعال هست. وقتی یک جمعیت عظیمی رو شما شاهد هستید که در واقع در منطقه در ماه اخیر دومین حضور میلیونی مردم منطقه هست، یعنی در واقع تبدیل می شود به نوعی رفراندوم خروج امریکا از عراق، بعد از در واقع حضور میلیونی مردم در تشییع در واقع شهید بزرگوار سلیمانی، در واقع این دومین حضور مردم منطقه هست، در همون راستا هم هست، در واقع در همون راستای مکتب شهید سلیمانی است، و اساساً این خودش نشون دهنده این هستش که برای آمریکایی‌ها یک ضربه اساسی هست، قطعاً در محاسبات آمریکایی‌ها اثرگذار هست. این محاسبات هم فقط محاسبات حوزه سیاسی نیست، حتی در حوزه امنیتی و حتی نظامی آمریکا این حضور در واقع به شکل جدی قطعاً در واقع جایگزین شده و در واقع جا افتاده، و از این جهت در واقع ما میتونیم بگیم یک نقطه عطفی در حداقل در تاریخ عراق اگر نگه منطقه در مسئله حضور امریکایی ها در واقع اتفاق افتاده. آقای اکبری، به ترور کور سرو سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس اشاره کردن، چقدر به نظر شما این ترور تونست کاتالیزور نگیم شتاب دهنده این موضوعات باشه؟ و در ادامه سوال اصلی و مهم اینه که آیا این شتاب میتونه ادامه پیدا کنه و توی آینده و مناسبات سیاسی عراق هم ما شاهد بهبود اوضاع باشیم؟ آمریکایی‌ها سعی کردن توی این 16 سال گذشته با القاء بعضی از حالا استفاده از بعضی از ابزارهای جنگ روانی و القاء بعضی از ایده ها برخی از عراقی‌ها رو مردد بکنن به اینکه بالاخره آمریکا یا دوست اوناست یا دشمن اوناست. خب خیلی ها میدونستن ولی برخی هم تردید داشتن تو این قضايا، اگرچه خب خیلی از جنایات آمریکا رو توی عراق دیده بودن توی این 16 سال، ولی خب این توان در واقع رسانه اونها بود که بعضن القا میکرد و خیلی زود مردم یادشون میرفت که این داعش رو اونها آوردن، از این ور داعش رو میآوردن، از اون ور میآوردن ما با داعش مبارزه بکنیم، از این ور به ارتش عراق کمک نمی‌کردن، از اون ور می‌خواستن جلو هشت و شبیره بگیرن. پارادوکس‌های مختلفی توی رفتار آمریکایی‌ها بود در عراق، ولی با ابزار رسانه سعی می‌کردن به نوعی خونسا بکنن و القا بکنن به اینکه حالا مردم حداقل بعضن تو تردید باشه آمریکا می‌خواد کمک ما بکنه، می‌خواد به ما، بالاخره دشمن ما هست، دشمن اصلی، دشمن فرعیه. خب خیلی تصمیماتی رو هم گرفتن، فشار جدی آوردن به دولت که هشت و شبیه اساساً نباشه، فشار جدی آوردن به دولت که با ایران رابطه‌ش رو قطع بکنه تو بحث تحریم ها، فشار جدی آوردن به دولت که با غیر از آمریکا مذاکرات اقتصادی انجام نده، فشار جدی آوردن به دولت که اون بحث مرز قائم به سمت بوکمال راش باز نشه، حتی رو بحث انتخاب بعضی از افراد یا وزرا به طور جدی به دولت فشار می آوردن. تو بحث انتخابات مجلس شدیداً حضور داشتن، رشوه میدادن، تهدید میکردن، تشویق میکردن، خود سفیر که این ور اون ور میرفت. ولی خب اینا داشتن، الان دارن یه بحث این اقلیم سنی رو دارن دامن میزنن، یه جوری دارن عراق رو توی تفرقه و اختلاف و عرض کنم حالا فتنه مذهبی و جنگ مذهبی و همه اینا رو که هر امکانی بوده تجربه کردن توی عراق. با این حال تردیدی که وجود داشت بعد از این اقدامی که انجام شد، اقدام جنایتکارانه و در واقع یک تروریست رسمی خودش رو معرفی کرد، خصوصا اینکه ترامپ هم شخصا به عهده گرفت و پنتاگون هم رسما بیانیه داد که این در به دستور ترامپ انجام شده. خب شخصیتی مثل ابو مهدی هم برای عراقی‌ها محبوبه، یعنی بالاخره فرمانده هشت و شعبی که تونسته داعش رو در عراق از بین ببره، کسی که 40 سال عمرش توی مبارزه و جهاد بوده، یعنی کسی نبوده حتی توی جریانات سیاسی وابسته به جریان و حزب و گروهی هم نبود،
که بگیم یه گروهی خوشحال میشه، یک فرد محبوب بود و همه عراقی‌ها میدونن که نقش شهید سلیمانی یک نقش برجسته‌ای بود، یک نقش اساسی بود واقعا در بحث محو داعش، که اگر نقش ایشون، طراحی‌های ایشون و برنامه‌ریزی و مقاومت و اصرار ایشون نبود و حضور میدانی ایشون نبود، معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد در عراق. همه عراقی‌ها میدونن، از کردها میدونن، سنی‌ها بهتر میدونن، کردها بیشتر میدونن، شاید بعضن بعضی از شیعیان کمتر میدونن، چون این وقایع همش تو مناطق سنی و بعضن نزدیک به مناطق کردی اتفاق افتاد، خیلی اونا نتونستن تو مناطق شیعی وارد بشن و تعداد زیادی هشت و شبی اونجا شهید دادن برای دفاع از برادران سنی بود. اصلا اینجوری نبود که اینا مثلا فرض کنین هر کی از مرز خودش دفاع میکرد. خب خیلی از معادلات آمریکایی‌ها تو این قضیه به هم خورد و وقتی این جنایت رو اونا مرتکب شدن، احساسات مردم بر واقع و روشنگری که تو مردم ایجاد کرد، دیگه مردم تردید نکردن که آمریکا دشمنه. بنابراین بلافاصله مجلس تصمیم گرفت، بلافاصله دولت، بلافاصله مردم، بلافاصله گروه‌های مقاومت و اینا پیام دادن و این یک آغازه و اونا مصممن روی این قضیه که این اتفاق بیفته. البته آمریکایی‌ها معمولاً حافظه بلند مدتشون خیلی استفاده نمی‌کنن. اگه یه مقدار به حافظه بلند مدتشون اشاره در واقع برگردن و نگاه بکنن، می‌بینن که عراقی‌ها در سال 1920 میلادی، یعنی دقیقاً 100 سال پیش، یعنی یک قرن پیش، انگلیسی‌ها رو مجبور کردن از عراق خارج بشه. انگلیسی‌ها نمی‌خواستن خارج بشن، خیلی اصرار داشتن بمونن. بعضا آمارهای خیلی زیادی میدن، یک سال جنگ عراقی ها با انگلیس طول کشید، بعضا تا 30,000 نفر کشته انگلیسی هم آمار دادن. جالبه، من تو همین تظاهراتم این نمادهای اون موقع هم دست تظاهر کنند، اسمش هم جالب انتخاب کردن، این حرکت رو انتخاب کردن به عنوان ثورت العشرین الثانیه، یعنی انقلاب دوم عشرین، ثورت العشرین یعنی ثورت العشرین داشتن انقلاب 920 و این دومین انقلاب. انقلاب اول انگلیسی ها رو بیرون کردن، انقلاب دوم دارن آمریکایی‌ها رو بیرون می‌کنن. دقیقاً این 2020 سوره العشرین الثانیه میشه، اونم 1920 بود. با این تفاوتی اگه به حافظه کوتاه‌مدت شونم اگه یه مقدار مراجعه بکنن، میدونن که بالاخره وقتی اومدن وارد عراق شدن به دلیل کارهایی که انجام دادن، 31 دسامبر 2011 امضا کردن از عراق خارج میشن و از عراق هم خارج شدن آمریکایی‌ها، ولی بعد دوباره داعش رو آوردن، به بهانه داعش برگشتن. زمانی که در سال 2011 از عراق خارج شدن، اصلا توان مقاومت به این اندازه نبود، اصلا قابلیتش این نبود، اصلا هشت و شبی وجود نداشت، اصلا اتفاق نظر بین مجلس و دولت و مردم و گروه‌های مقاومت وجود نداشت، خیلی اصلا نظرشون این نبود. یه جریان اندک مقاومت به طور نامشخص اقداماتی رو انجام دادن که آمریکایی‌ها مجبور شدن منطقه رو ترک کنن. خونه یه مقدار اگه عاقل باشن میفهمن که الان خیلی چیز عوض شده، مقاومت تقویت شده، فرمانده هشت و شبی رو به شهادت رسوندن، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن، پارلمان تصمیم گرفته، این هم جمعیت میلیونی مردم هم بودن تو صحنه. بنابراین آمریکایی اگه بخوان مقاومت بکنن و به تاریخ رو نادیده بگیرن، گذشته رو بهش توجه نکنن، به نظر من یه سیلی خیلی سختی رو خواهند در عراق خورد و نهایتاً مجبور میشن با هزینه و تلفات عراق رو ترک بکنن. آقای گوهر مقدم، هدف آمریکایی‌ها چی بود از این ترور ابو مهدی المهندس و حالا در کنار سردار سلیمانی، و آیا به هدفشون رسیدن شما به نظرتون؟ ببینید، برای اینکه این سوال جواب بدید، یک سری ماجرای تظاهرات اینا به همون ارتباط پیدا می‌کنه. دقیقاً همینطور است. ببینید، باید ببینیم که آمریکایی‌ها تو چه فضایی اقدام و تصمیم گرفتن به ترور حاج قاسم سلیمانی. اونها به تصور خودشون فکر میکردن که ایران در موضع ضعف قرار داره. برخی از آشوب‌هایی که در کشور اتفاق افتاده بود، تصورشون این بود که در واقع سرمایه اجتماعی داخلی در واقع تضعیف شده. برخی از تحولاتی که در منطقه صورت گرفته بود که باز اونم به تحریک آمریکایی‌ها بود، طبیعتاً در عراق، در لبنان و در واقع در جاهای دیگه، تصور آمریکا این بود که قدرت نرم جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، نفوذ منطقه ایران دچار در واقع ضعف شده. برخی از هزمندیشی‌های جمهوری اسلامی رو در حوزه نظامی تعبیر به ضعف کردن. در حوزه دیگر احساس می‌کردن پرستیژ آمریکایی‌ها به خطر افتاده، ایران پهباد آمریکایی رو در واقع زد. در منطقه اتفاقاتی رخ داد که آمریکا احساس کرد گزینه نظامی اونها در واقع اعتبار خودش رو تقریباً در واقع دقیقاً از دست داده و احساس می‌کردن بر اساس برخی از تحولاتی که در
جامعه عراقی داره صورت میگیره، احتمال اینکه سفارت امریکا در عراق اشغال بشه، ماجرای بنغازی که برای اوباما اتفاق افتاد برای ترامپ هم اتفاق بیفته، یا ماجرای در واقع لانه جاسوسی که در تهران بود، این شباهت سازی ها براشون در واقع خیلی در واقع خطرناک بود. مجموعه این اتفاقات باعث شد که امریکا رو به این مسئله بیاره و به این نکته بیاره که اینها باید یک اقدام راهبردی انجام بدن و تغییر مسیر بدن، نوع سیاست و رویکرد خودشون رو با جمهوری اسلامی، با هدف در واقع بازگشت بازدارندگی و معتبرسازی گزینه نظامی. لذا به لحاظ راهبردی اومدن و طراحی کردن این ترور رو. اما در واقع از اینجا وارد پاسخ سوال شما اگر بخوایم بشیم، اون چیزی که در نتیجه این تغییر محاسباتی خودشون دیدن، در گام اول همونجور که عرض کردم حضور میلیونی مردم ایران در صحنه، در تشییع در واقع پیکر حاج قاسم سلیمانی و اون چیزی که حضرت آقا هم ازش با یوم الله یاد کردن، این در واقع اولین بخش از انتقام سختی بود و جلوه‌ای بود از اقدام جمهوری اسلامی که مردم عملا نشون دادن، یک اقدام کاملا مردمی که جوابی بود به اون برداشت غلط اونها که سرمایه اجتماعی در داخل کشور در واقع به خطر افتاده، مردم پای آرمان ها نیستن، و در واقع اساسا باعث شد که ضربه اول محاسباتی و تغییر محاسبه رو اونجا بخورند. گام دوم هم در واقع اقدام نظامی ایران بود در حمله به در واقع پایگاه آمریکایی ها در عراق در عین الاسد عملا، که بعد از جنگ جهانی دوم اقدام کاملا بی سابقه بود، یک اقدام در سطح بالای عملیاتی، نقطه زنی و اون چیزی که در واقع شاید آمریکایی ها سالها هم کتمان بکنند، آثار نظامی و آثار فنی این در واقع حمله نظامی که جمهوری اسلامی انجام داد، ضربه دوم رو خوردن. و شاید در گام سوم همین حضور در واقع حماسی مردم عراق هست، یعنی در واقع آمریکایی ها سعی میکردند که یک گزینه نظامی رو معتبر بکنند، برگردن در واقع به یک همپایگی راهبردی. اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که در واقع با حضور مردم منطقه که هم ایران بود هم عراق بود و هم یک اقدام نظامی، نه تنها اون گزینه نظامی امریکایی ها که اساسا فقط یک شاید بلوف سیاسی هم بود، ترامپ در موقعیتی نیست که بخواد در واقع این اقدام رو به شکل جدی بخواد انجام بده و فقط اینها میخواستن یک در واقع حفظ آبروی کرده باشن، عملا این برگشت و میتونیم بگیم که امریکایی ها اساسا به هدف کلان خودشون و هدف راهبردی خودشون نه تنها نرسیدن. شاخه‌هایی هم تعریف کرده بودن، مثلا تو حوزه انتخابات بعضی هم میگفتن که این میتونه برگه برنده آقای ترامپ باشه توی حوزه انتخابات. به نظرتون به اون هدف میرسن با تجربه تحولات اخیر آمریکا؟ به هیچ وجه اینطوری نیست. در واقع حداقل گفتمانی که در آمریکا اتفاق افتاد بعد از در واقع شهادت شهید سلیمانی این بود که دموکرات ها شاید به شکل اجماعی و متفق القول به آقای ترامپ و دولتش و همچنین تصمیم در واقع نابخردانه ای حمله کردند که آمریکا امروز در واقع نه تنها امتر نشده، گفتمان امنیت رو اونا مطرح میکردن، بلکه در واقع شما همون در واقع حداقل مبانی حضوری هم که در منطقه داشتی الان دچار تزلزل شده. سیاست راهبردی جمهوری اسلامی با تغییر یک فرد، یک فرمانده، حالا هر چقدر هم که این فرد در واقع بزرگوار باشد در واقع با ادبیات ما، سیاست رو تغییر نمیده. جمهوری اسلامی مصممتر شده. شما در واقع این سرمایه اجتماعی رو میدید که به میدان میاد، مردم ایران رو، مردم منطقه رو متحد میکنه و ترامپ به سرعت فهمید که در واقع این اشتباه محاسباتی رو کرده و اون انفعالش و اون صحبت بعد از در واقع حمله جمهوری اسلامی به در واقع عین الاسد که کاملا از سر استیصال هست و حتی اونجا پیام مذاکره هم میده، یعنی شما در واقع اقدام نظامی میکنید، طرف صداش کاملا میلرزه. بله، و در واقع وقتی که شما اقدام نظامی کردی اون میاد و حالا به در واقع در یک مسئله کلانتری
پیشنهاد میده، یعنی در چارچوب دیگه پیشنهاد مذاکره هم میده و بعد دوباره برمیگرده به همون سیاست تحریم و دوباره تحریم میکنن ملت ایران رو در یه سری از حوزه ها، نشون میده که در واقع خود آقای ترامپ بیش از مشاورینش و بیش از در واقع تیم امنیتی خودش نگران این هستش که آثار منفی بگذاره در حوزه انتخابات، ولی لذا قطعا اون چیزی که میخواستن بهش نرسیدن. آقای اکبری، میخواستم درباره بازتاب های تظاهرات در رسانه ها بپرسم که اون هم حالا برداشته مختلفی خیلی از رسانه های منطقه عرض میکنم داشتن. خیلی مثلا سعودی ها یا حالا برخی کشورهای دیگه گفتن تمرکز کردن برای اینکه میدان تحریر رو به زور ریختن دارن جمع میکنن، یا برخی اومدن گفتن که به هر حال پلاکاردی داشتن که مثلا ایران هم مخاطب بوده، فقط آمریکا مخاطب نبوده. هم اینو توضیح بدید، هم این هرچی میخوام از این عین الاسد بگذریم نمیشه، این ضربه مغزی ملایمی که آقای ترامپ گفته بود هر روز داره ابعاد جدیدتری میاد. دیروز کنم از 11 نفر پنتاگون گفت 32 نفر شدن آمار رسمیشون، و امروز جالب آقای جو بایدن و یکی دیگه از این خانمای سناتورشون خیلی حرفای تندی زدن، گفتن اصلا این پنهانکاری آقای ترامپ از کشته شده ها خیلی هولناکه، ادبیات اینجوریه. ببینید بیش از 50-60 تا شبکه تلویزیونی محلی و منطقه‌ای و بین المللی پوشش مستقیم داشتن توی این قضیه، و CNN آمریکا هم گفت این یک کابوسی برای آمریکاست، تعبیری که خودشون داشتن برای خودشون. طبیعتاً بعضی از شبکه‌های منطقه مثل الحدث و العربیه و اینها، خب الجزیره خیلی خوب پوشش داد، المیادین خیلی خوب پوشش داد، شبکه‌های مختلف راشاد تودی خیلی خوب پوشش داد، شبکه‌های اروپایی خوب پوشش دادن، و فقط العربی و الحدث که هر دوتاشون مربوط به عربستان سعودی هست، اونا سعی کردن بالاخره توی این قضیه تمام تلاش و توانش رو میذارن یه جوری بخوان این حرکت رو خونسا بکنن، چون به هر حال اونا خیلی براشون مهم نیست که مردم اساساً به این رسانه هاشون اعتمادی قائل بشن یا نباشن، اصلا نگاه نمیکنن به این که حالا خب اگه ما الان این حرفو بزنیم مردم ببینن دنیا تو شبکه‌های دیگه حقیقت یه چیز دیگه است، اعتبار رسانه‌ای ما کاهش پیدا می‌کنه. اونا از این مرز دیگه عبور کردن، خیلی براشون مهم نیست. به قول خیلی از کشورهای عربی، این العربیه رو میگن العبریه، یعنی اصلا این العربیه نیست، العبریه است، بیشتر اهداف اسرائیل رو دنبال می‌کنه تا حالا اهداف عربستان سعودی رو. خب اونا هم طبیعیه، ما از اونا هیچ توقع نداریم که حقیقت رو پوشش بدن و سعی میکنن به هر دلیلی، ولی اینکه بیان یه صحنه سازی بکنن، یه فضایی رو فراهم بکنن که به نوعی بخوان این حرکت و این عظمت رو زیر سوال ببرن، چون این عظمتی که اینجا داره اتفاق میفته اولین پیامش به آمریکاست، دومین پیامش به کشورهای منطقه است، به نوعی که به هر حال شمایی که تا به حال اشغال آمریکا رو پذیرفتید و دارید به اونا باج میدید و به قول معروف دارید هزینه میکنید برای موندن آمریکایی ها، خب وقتی عراق به عنوان یک کشور قدرتمند منطقه که تعیین کننده است توی منطقه وقتی این تصمیم رو میگیره، طبیعتا اونها توی اقدام بعدی باید یه فکر جدی بکنن برای خودشون. به هر حال اگر قرار بشه یه روزی از حضور آمریکا در اون منطقه علیه کشورهای همسایه استفاده بشه و اگر اون کشور همسایه اراده بکنه اون کشور رو به عنوان هدف نظامی مورد هدف قرار بده که این قاعده بین المللی و طبیعی و بدیهی است و جمهوری اسلامی هم این رو اعلام کرده رسما، تکلیف اونا چی میشه؟ خب اگه قراره که اونا هیچ استفاده نکنن چرا باید اجازه بدن اینجا باشن؟ خصوصا وقتی این اتفاق عین الاسد رخ داد، یه پیام جدی که به منطقه داشت این که آمریکایی‌ها در حال آمادگی و در حال اطلاع و آماده باشه 100% این ضربه دقیق بالستیکی رو خوردن، که موشک‌های بالستیک ایران اینقدر دقیق میتونه هدف‌ها رو نقطه‌ای بزنه، پس اگر قرار باشه ایران جای دیگر مورد هدف قرار بده آمریکا توان مقابله و ایستادگی نداره. این پیام در واقع ذهنیت و اون حالا اعتماد یا حداقل اون باور دو دهه گذشته منطقه رو تغییر میده، چون سعی کرده بودن آمریکایی‌ها با فروش سلاح و امکاناتشون به منطقه القا بکنن که ما توان مقابله داریم و شما برای امنیت خودتون بعد این سلاح‌ها رو از ما بخرید و ما به روزش از شما دفاع می‌کنیم، حمایت می‌کنیم. خب حالا اینا سوالشون اینه که آمریکا وقتی نمیتونه از خودش دفاع بکنه که حالا تو عین الاسد این ضربه رو خورد که حالا مهمترین پایگاهش هم بود، حیاتی ترین، یه موقع میگه پایگاه فرعی آمریکا رو زدی، خیلی تو اولویتش نبوده، یه موقع میگه 4-5 روز ایران داره میگه من میزنم و آماده‌ام، و قبلش هم خب پیام میده به طور رسمی دولت عراق، حتما اونا با آمریکایی‌ها قطعا گفتن.
خب حالا میرم یه نکته است واقعا که بالاخره آمریکایی‌ها اولا سعی کردن چند روز اول مدیریت بکنن، هیچ رسانه‌ای رو اجازه ورود به اونجا ندن. این معناش یعنی چی؟ معناش این که میخوان صحنه رو عوض بکنن. خب بعد هم من همون شب یه پیام داشتم از یکی از این عراقی‌ها، برای من فرستاده بود که یکی از بستگان من توی آمریکا ایالتش هم گفته بود که خیلی از خانواده‌ها ارتباط تلفنیشون که با فرزندانشون توی این رصد قطع شده ریختن تو خیابون، دارن تظاهرات می‌کنن و گفتن بچه‌های ما رو تحویل بدید. اونا هم پلیس امنیتی خیلی شدید داره به اونا برخورد می‌کنه. حتی یه آمار و ارقامی هم داده بود، کسی که حالا 15 سال دنیا داره زندگی می‌کنه. خب آمریکایی‌ها سعی کردن یه جوری این سانسور بکنن، این خبر رو به آمریکا منتقل نشه، چون برای ترامپ به هر حال که این همه قیافه گرفته بود و ادعا کرده بود اگر ایران بزنه ما به جای 1.52 نقطه ایران رو می‌زنیم، حالا اگه بگن زدن و تلفات هم زدن. البته واقعا جمهوری اسلامی هدفش این نبود که مردم آمریکا و سربازای آمریکا رو بکشه، و الا خیلی راحت میتونستن مراکز تجمع اونها رو بزنن، خیلی ساده تر از مراکز نظامی و در واقع اون پایگاه فرماندهی اونها بود. چون به هر حال سربازان آمریکا، مردم آمریکا که اونها دارن هزینه جنایت رهبرانشون رو میدن، خودشون که بالاخره یه سرباز اونجا داره خدمت میکنه. ولی آمریکایی‌ها وقتی سانسور کردن دیدن خب دیگه نمیشه خیلی کتمان بکنن، گفتن 11 نفر ضربه مغزی شده. اصلا این مفهوم تو دنیا معنا نداره، میخندن. یک عملیات موشکی با این حجم گسترده که خیلی از آثار تخریبش هم نشون دادن که همه این سنگرها و سوله‌ها و مراکز مهمشون رو منهدم کرده، 4 نفر مثلا ضربه می‌برن. من فکر می‌کنم خود ترامپ ضربه مغزی شده، احتمالاً سرش خورده به جایی، بنابراین رو احساس وجودی خودش رو داره منتقل میکنه. والله حالا 11 نفر ضرب مغزی شدن و بعد هم رفتن آلمان. خب ضرب مغزی که نمی تو آلمان چیز بشه، درمان بشه، و بعد هم گفتن شد 34 نفر. بعدم حالا داره عددا بیشتر میشه و قطعا این عدد میرسه به 200 نفر، به حالا حدود 200 نفر میرسه. تعداد هواپیماهایی که مجروحا اینا رو بردن، حالا بالاخره اونا رصد شده، عدد بیش از اینا بود که البته خب دیگه چاره ای هم نبود. برای اون اهدافی که زده میشد یه سری افراد هم توش بودن. آقای گوهر مقدم، ما وقتمون کوتاه، یک سال از شما و یک سال از آقای اکبری دارم، مگه کوتاه پاسخ بدید؟ به نظرتون در ادامه آمریکا چه سناریوهایی رو با توجه به این حضور میلیونی که در عراق اتفاق افتاد و اتفاقات منطقه پیگیری خواهد کرد؟ ببینید، به هر حال آمریکایی‌ها، چون عرض کردم در یک پازل کلان در واقع دارن مسئله عراق رو می‌بینن، سعی می‌کنند که به راحتی تسلیم نشن، و ابزار راهبردی اونها در مقطع فعلی هم در واقع تحریم هست. من حدس میزنم و پیش بینی میکنم که امریکایی ها در واقع به ملت عراق فشار بیارن، یعنی تلاش بکنن به این که به بهانه همسویی با جمهوری اسلامی یا به بهانه در واقع اقداماتی که اونها دارن انجام میدن ضد امریکایی ها، در واقع تحریم هایی رو علیه در واقع مردم و مقامات عراقی وضع بکنند. هدف اصلی هم تفرقه بین دو ملت ایران و عراق هست، یعنی در واقع میخوان برخی از مصائبی که به ملت عراق تحمیل میکنند هزینش رو بخوان گردن مردم ایران و جمهوری اسلامی بخوان بندازن، و این خط تفرقه به نظرم پررنگ پیگیری خواهند کرد. در سطح دیگه فشار بر دولت عراق احتمالاً افزایش پیدا خواهد کرد، و پارلمان و مردم، مسئولین در واقع عراقی، گروه‌های مختلف قومی و مذهبی، برای اینکه بیان و در چارچوب امریکا در واقع مجدداً نظراتشون رو تغییر بدن، احتمالاً در شکل‌گیری دولت آینده عراق سعی می‌کنن با تمام توان اون چیزی که در اختیار دارن در واقع مانع از این بشوند که یک در واقع دولت مستقل مردمی در عراق بخواد شکل بگیره، که البته در واقع قطعا این تحقق این هم خیلی دشوار خواهد بود. اما به هر حال دشمن است و ما جز دشمنی و خباثت از او نمیتونیم انتظار داشته باشیم. نکته دیگه که به نظرم خیلی مهم هست و در واقع شاید مفهوم مخالف خیلی از در واقع عباراتی هستش که امریکایی ها دارن به کار میبرن، ناامنسازی منطقه و عراق هست. اونها دارن میگن شما، ما اگر همونجوری که عرض کردم ما از منطقه خارج بشویم و از عراق خارج بشویم، دوباره عراق در واقع ناامن خواهد شد، عراق داعش برخواهد گشت. خود اینها در واقع گروه های سلفی تکفیری جدید رو احتمالاً بخوان تقویت بکنن، تجهیز بکنن، باقی مانده داعش رو بخوان در واقع تسلیح بکنن، و مجدداً علیه مردم عراق و منطقه اونها رو به صحنه بیارن، و بعد خودشون بگن خب ما حالا مأموریت داریم که جلو اینها وایستیم. من در واقع اینو خیلی جدی میبینم. و از طرف دیگه در واقع بحث های تجزیه عراق که حالا بحث های در واقع
حالا اقلیم سنی بخشای دیگر رو هم مطرح میکنن. آمریکایی ها ببینید بخش تجزیه منطقه رو سالهاست دارن، بحث جدیدی نیست. شما حتی نقشه هایی که اینا بعضا منتشر میکنن رو هم میتونید پیدا بکنید. ببینید آمریکا زمانی ثبات در منطقه خاورمیانه براش اولویت داشت، ولی امروزه در واقع بی‌ثباتی یا بی‌ثباتی مدیریت شده راهبرد آمریکایی ها هست و حتی از تجزیه کشورهای منطقه هم ابایی ندارد. من نمیگم محقق خواهد شد، اما در واقع هوشیاری مردم عراق، مرجعیت عراق و دولت مردان عراقی قطعا اجازه نخواهد داد اتفاق بیفته. اما به هر حال آمریکایی ها سناریویی که دارن دنبال سناریو خیلی ممنون هستن. آقای اکبری شما نظرتون چیه؟ من به نظرم آمریکایی ها تو چند تا پارادوکس جدی قرار دارن و موندن که چیکار بکنن. اگه بخوان واقعا جریانات تندرو افراطی مثل داعش رو بیارن تو صحنه، در واقع دارن وجود و اقتدار هشت و شعبی رو دارن تقویت میکنن، چون هشت و شعبی به تنهایی میتونه پاسخگو باشه، اصلا نیاز نیست که بقیه هم کمکش بکنن. از اون طرف عراق رو مجبور شدن تن بدن به دموکراسی و انتخابات مردم، از این ور تو انتخابات و دموکراسی مردم هیچ جایگاهی برای آمریکایی‌ها وجود نداره. از این ور دارن تلاش میکنن که عراق رو تو تحریم‌های اقتصادی قرار بدن، ولی میدونن اگه تحریم فشار بیارن بلافاصله چین و روسیه و دیگران جایگزین میشن و آمریکایی‌ها این حداقل حضورشون هم توی عراق از دست میدن. از این ور اینا دنبال اقلیم سنی هستن، خب منطقه سنی رو بکنن یه اقلیم کردی هم بشه، یه اقلیم اگر این بشه به ضرر آمریکایی هست. اگر عراق تجزیه بشه 85% نفت عراق، دریا و مناطق شیعی میفته دو دست جنوب عراق و دست شیعیان و عملاً یه قدرت قوی تری میشه و این به ضرر آمریکایی هست. آمریکایی ها نمیخوان اجازه بدن اینا یک مجموعه مستقل بشن. از طرف دیگه هم میخوان حضورشون رو توی عراق ادامه بدن بمونن، هیچ عقبه و دستاوردی ندارن که توجیه بکنه آینده حضور آمریکایی‌ها رو، میگن قراره شما چیکار کردید؟ بیش از 45 میلیارد دلار من چه اینه پول گرفتم مشکل برق عراق حل بکنه، ولی اصلا پول معلوم نیست کجا رفته. و این همه حضور، این همه در واقع جنایت تو عراق، هیچ دستاوردی که تو عراق برای آمریکایی‌ها نداشته، حضور آمریکایی‌ها برای عراقی‌ها میشه دستاورد نداشته. الان میخوان یه گزارش بدن ما چیکار کردیم در عراق تو این 16 سال. همونطور که تو افغانستان نمیتونن گزارش بدن 19 سال ما چیکار کردیم، تو عراق هم نمیتونن گزارش بدن. بنابراین آمریکایی‌ها بهترین راه براشون اینه به نظر من، برای اینکه بخوان یه مقداری حیثیت آمریکا رو برگردونن، ترامپ رو برکنار بکنن، محاکمه بکنن، برای اینکه آبروی آمریکا یه مقدار برگرده به خاطر کاری که توی عراق انجام داد و اون باقی مانده حیثیت آمریکایی‌ها رو از بین برد و شرایطی به وجود آورد که تو این پارادوکس آمریکایی‌ها جز خروج و هر چه سریعتر راه دیگه ای از عراق نداره. خیلی ممنون، متشکر آقای گوهر مقدم. آقای دکتر امیدوارم که جواب پاسخ سوالاتتون رو گرفته باشید. به هر حال آمریکایی ها به راحتی عراق رو ترک نخواهند کرد، اما از این ور هم ما ببینیم که هم عزم مردم، هم عزم دولت عراق به هر حال جزمه و بعد ببینیم در آینده از این سناریویی که آقای گوهر مقدم گفتن و از این به هر حال پارادوکسی که آقای اکبری گفتن کدومشون محقق میشه. امیدواریم که هر چه هست خیر و صلاح مردم منطقه باشه و ما شاهد خروج آمریکایی ها از همه کشورهای منطقه باشیم. شب بخیر، خدا نگهدار.